سفرهایی گذاشتم به استان لرستان، بر فراز دره شیرز پیمایش و اقامت خوبی داشتم. وارد دره شدم و در مسیرهای زیبا اما پرچالشی قدم زدم. از پل خدایی گذاشتم و آسمون زیبای شب شیرز رو به تماشا نشستم، اما نتونستم از چند جاذبه پرهیجان دیگه لرستان چشم پوشیدم. هدف بعدی من جای زیبا در 140 کیلومتری شیرز، یعنی دره خزینه بود. دره که از دو جاذبه زیبا برخورداره و نخستین جاذبهش مرتفع ترین پل معلق ایرانه که به شکلی متروک به حال خودش رها شده. وای خدا، ارتفاع رو ببین. این پل حدود 86 متر ارتفاع داره و من نمیترسم و این نمیدونم چرا زانوام داره میلرزه. خدای من. آبی که زیر این پل داره عبور میکنه آدم رو یه خورده سرگیجه میاره. وای رودخونه سیمره اینجا دیگه واقعا به حد خیلی بزرگی از خودش رسیده و آب خیلی خیلی زیادی داره از اینجا عبور میکنه، از این زیر. پل معلق دره خزینه که به شکلی متروک به حال خودش رها شده بود، باقی مونده از پلیه که برای پژوهش در رابطه با احداث یک سد در اون منطقه احداث شده بود و البته خوشبختانه پژوهش و عملیات ساخت اون سد کنار گذاشته شده بود. اما این پل در صورت مرمت و حفاظت و ایمن سازی میتونست به یکی از جذابترین و پرهیجانترین جاذبه های لرستان تبدیل بشه، اما شوربختانه در وضع بدی به حال خودش رها شده بود. وای خدای من، چه بادی داره میاد. هیجانش زیاده اما واقعا ایمنی نداره. البته ایمنی منظورم این توری هاست. من نمیدونم چرا این توری ها رو کندن و بردن، اما اگر این توری ها بود من حس خیلی بهتر امنیتی رو داشتم، ولی چون این توری ها رو کندن یه خورده آدم حس ترس داره، برای اینکه این بغلا کاملا بازه و امکان داره که خیلی راحت آدم از اینجا پرت بشه. من اگر میدونستم که این توری ها وجود نداره اینجا اصلا نمی اومدم، ولی خب تا اینجا اومدم گفتم اینو امتحان بکنم. اما پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان شما همچین کاری نکنید، یعنی تا وقتی که مسئولین این توری ها رو یا دو ردیف از این تسمه های فلزی، از این تنابای فلزی رو اینجا کار نگذاشن، اصلا از اینجا عبور نکنید، چون واقعا میتونه خطرناک باشه، مخصوصا وقتی که باد باشه. حالا الان باد یه خورده کمه، اما این وسط دره توی این ارتفاع همین نسیم کمی که اون سمته اینجا شبیه باد خیلی تندی شده. حالا شما فکر میکنید اگه اینجا طوفان باشه چه اتفاقی میفته؟ آه این پایین رو خدای من اگه از این بالا بیفتم اون پایین رودخونه منو میبره. ولی منظرش خیلی جذابه، منظرش فوق‌العاده زیباست و البته فوق‌العاده هیجان انگیز. تپش قلبم بالا رفته. خدایا شما فکر کنید این دره ها و کوهستان زاگرس مخصوصا توی استان لرستان چقدر میتونه پتانسیل داشته باشه. میتونیم یه همچین پل قوسی و پل‌های معلق رو داشته باشیم که البته خیلی ایمن باشه و از روش عبور بکنیم. این یه بخشی از جاذبه گردشگریشه. میتونیم این وسط حتی از این بالا پرش داشته باشیم با طناب‌های مخصوص. میشه از بالای اون دیوارها با چتر پرواز کرد و پایین اومد. البته همه اینا مستلزم زیرساخت خیلی خوبه و برنامه‌ریزی برای گردشگری در این استان، اما متأسفانه کار زیادی در این زمینه نشده. استان لرستان یکی از پرپتانسیل ترین استان های
ایرانه از لحاظ ورزش ها و تفریحات طبیعی که توی طبیعت میشه انجام داد. رودخونه های خیلی خوشنان درجه یک داره برای کایک سواری یا برای قایق سواری، برای ماهیگیری همینطور. منظره های بسیار زیبایی داره برای کوهپیمایی یا دره پیمایی، همینطور برای فرودها، و میشه خیلی کارا توی این استان کرد. پایین نگاه میکنم پام میلرزه. البته این بار اول اینجوریه، دو سه دفعه این کار انجام بدم خیلی بهتر میکنم، ولی سعی میکنم این کار رو نکنم بخاطر اینکه واقعا این پول ایمن نیست، واقعا ایمن نیست و دو طرف من کاملا خالیه. نگاه کنید، من اگه بیفتم پایین چیزی ازم نمیمونه، اگرم بمونه رود اجازه نمیده بمونه این برای بخوره. چرا نمیرسم به اون ته؟ بکنم حدود 100 خورده این متر طول این پل معلق زیباست. اینجا ها دیگه واقعا من احساس معنی میکنم. زیر پام چند تا از این تخت چوبی ها لرزید. یه کار دیگه هم میشد کرد اگر این طولی ها نبود، میتونستم اینجا خودم رو با یه حمایت حرکت بدم، یه تنابی که به یه هارنس وصل شده و یه کارابین اینجا حرکت بکنم، یه خورده امتر میشد. خیلی هم تر از این حالتی که من اون دارم جو بود کنم. دوباره بهتون بیشتر دو کنم، هرگز وقتی که اینجا باتت اینجا نیاید این پول، و بازم میگم تا وقتی این توریا و دیوارهای این پول درست نشده به هیچ عنوان وارد این پول نشید، من خیلی خطر بگیتون باشه. ها؟ این آخرش. آخ، بالاخره رسیدم به آخرش. وای خیلی وحشتناک بود، فکرش هم نمیکردم اینجوری باشه. چشم‌انداز دره خزینه از بالای پل معلق و بر فراز رود زیبای سیمره بسیار جذاب و البته متنوع بود، اما به دلیل نبود ایمنی میتونه بسیار خطرناک باشه. به همین خاطر خیلی زود اونجا رو برای دیدن هدف بعدیم، یعنی پدیده طبیعی پیچ نعل اسبی دره خزینه، ترک کردم.
پدیده زیبایی که از جریان قدرتمند رود سیمره در کوههای منطقه به وجود اومده بود و میتونست جاذبه بسیار زیبایی برای عکاسان باشه. جاذبه ای که نمونه شبیه به اون در طبیعت آمریکا وجود داره و گردشگران بسیاری رو به خودش جذب کرده. وای خدای من، بالاخره به فرم نعل اسبی در خزینه رسیدم بعد از یه پیمایش خیلی طولانی. اینقدر زیباست اینجا که آدم از دیدنش سیر نمیشه. خدای من، چون این فرمی دقیقا به همین شکل نعل اسبی و با همین فرم بسیار زیبایی که از دیرش هم یه رودخونه خیلی زیبا رد میشه توی ایالات متحده امریکا وجود داره و یکی دیگه در ایران، حالا شاید در جای دیگه هم وجود داشته باشه ولی من اطلاعاتی راجبش ندارم و هیچ عکسی تا حالا از اون ندیدم، اما این دقیقا شبیه همون چیزیه که من توی عکس از کشور امریکا دیدم، از طبیعت کشور امریکا، و یه همچین فرم رو اونجا هم توی عکس من مشاهده کردم. اما من فکر می‌کنم که اینجا یه خورده وسعتش خیلی بزرگتره و رودخونه‌ای که اون پایین هست عریض‌تر و پرآب‌تر. اینجا رودخونه سیمره است و در امتدادش میره تا برسه به سمت خلیج همیشه فارس عزیزمون و من اینجا یک صحنه ناب و بی‌نظیر رو دارم تماشا میکنم. نگاه کنید چقدر زیبا این آب به شکل نیم دایره از اون سمت دره تا اون بر امتداد پیدا کرده. خدای من، دیدن این همچین منظری تو کشورمون چقدر ارزش داره؟ به نظر من بی نهایت ارزشش زیاده. میون راه با دوست و استاد عزیزم محمد درویش در رابطه با دغدغه هامون در مورد طبیعت بیرمق ایران عزیز صحبت کردم. محمد، میگن که بال زدن یک پروانه توی یک کشوری میتونه تأثیر خیلی بزرگی توی کشوری داشته باشه. من همیشه توی طبیعت وقتی که سفر میکنم، به عنوان مثال توی طبیعت شمال کشورمون، شالیزارهای سرسبز رو میبینم که واقعا زیبا هن. خیلی از مردم هم واقعا لذت میبرن از دیدن اون شالیزارها. اما در زمانی که اون شالیزارها وجود نداشت، جنگل های بسیار زیبا و انبوه هیرکانی اونجا قرار داشت و منظره بسیار زیبا، اصیل و بسیار با ارزشتری رو به رخ میکشید در حقیقت طبیعت اونجا. ولی خب الان تمام اون درخت ها اونجا قطع شده و ما فقط شالیزایی رو میبینیم که یک زیبایی مصنوعی وجود داره که در حقیقت بخشی از تخریب محیط زیست در همون منطقه رو شکل داده. میخوام ببینم توی جنگل های زاگرس و توی کوهستان وحشی و بسیار زیبای زاگرس، آیا این همه صدی که وجود داره، آیا اینها با اینکه مناظر بسیار زیبایی رو به وجود آورده، اینها هم مثل اون شالیزارهای شماله، یعنی اینها هم همون اتفاقی که تو شمال آورده به وجود آورده، اون تخریب ها و اون چهره زیبای مصنوعی رو در حقیقت به وجود آورده، یا نه این زیبایی هست و هیچ آسیبی هم به طبیعت اینجا وارد نمیشه؟ داستان این صد سازی و صد در کشورمون به چه صورت؟ به مراتب این سدها خطرش، ضررهاش بیشتر از اون شالیزار است. کاش که به اندازه همون شالیزارها بود. یعنی درسته که در مقایسه با رویشگاه جنگلی هیرکانی در شمال این نهایت بدسلیقگی بود که ما بیایم و اونها رو تبدیل به اراضی کشاورزی بکنیم، اما باز اون اراضی کشاورزی همچنان یک پتانسیل تولیدی داره، هم میتونه معیشت مردم رو تامین بکنه، باعث بشه که اونها مهاجرت نکنن، حاشیه نشین نشن، سرزمین خودشون رو حفظ بکنن. ما میتونیم با استفاده از تکنیک های نوین کشاورزی به نحوی رفتار بکنیم که در این حالی که معیشت خودمون تامین میشه، کمترین میزان خسارت رو به زیست بوممون وارد بکنیم. اما صدها حکایتشون بسیار غم انگیزتر و بسیار خطرناکتر بوده. یک پژوهشی روی 1000 صد در 1000 منطقه مختلف دنیا انجام دادن. 500 اکولوژیست برتر جهان این کار کرده و حتی 100 صد رو برای نمونه پیدا نکرده که سودش بیشتر از ضررهاش باشه. صدها یکی از مهمترین مشکلاتی که ایجاد میکنن و کمتر بهش توجه میشه، گاز متانیه که منتشر میکنه، به خاطر اینکه
فعالیتی رو که در حقیقت تو همین منطقه شما درختاری رو میبینید که میره زیر آب و اینها در واقع به صورت خیلی خیلی بطئی فاسد میشه و این گازش به صورت متان باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییر اقلیم میشه، یعنی نقیص اون چیزی رو که به خاطرش میان سد میزنن. سدها تو محوطه بزرگی که آب رو نگهداری میکنن باعث میشن تا شدت تبخیر افزایش پیدا بکنه. تبخیر در سرزمینی که متوسطش 2000 میلیمتره و در برخی از نقاط این کشور تا 5000 میلیمتر ما شدت تبخیر داریم. یعنی این بسیار نابخردانه است که در سرزمینی که در قلمرو خشک جهان قرار گرفته، در کمربند خشک جهان قرار گرفته، یعنی در عرض بین 25 تا 40 درجه ما آب رو در سطح زمین نگهداری بکنیم. در سرزمینی که ما آبرفت‌های درشتانه داریم، تو همین منطقه هم ما این آبرفت‌های درشتانه رو می‌دیدیم، چه دلیلی داره که ما وقتی میتونیم با 1/10 این هزینه آب رو در سفره‌های آب زیرزمینی نگهداری کنیم و بعد از چشمه‌ها، از قنات‌ها و کاریزها آب رو استحصال بکنیم با کمترین هزینه ممکن، بدون استفاده از موتور پمپ‌ها، بدون خروج ارز، بدون آلودگی بیایم و سدی بزنیم که میتونه مشکلات جدی ایجاد بکنه. یکی از مشکلات جدی که سدها ایجاد می‌کنن مثل مشکلیه که مورفین در بدن آدم‌ها ایجاد می‌کنه. مورفین شاید ممکنه که در کوتاه مدت درد رو تسکین ببخشه، اما باعث میشه تا ما ریشه درد رو متوجه نشیم. سدها بارگذاری رو اشتباه تعریف میکنن. اینجا آب زیاده، این آدرس غلط رو میده که میتونی اینجا آب بیشتری استفاده بکنی، اما این آب یک هویت اکوسیستمی داره. باید ببینید این حوزه آبخیز تا کجا ادامه داره و این قرار بوده که چه وضعیتی رو در نظام آبشناختی یا هیدرولوژیکی منطقه ایجاد بکنه. ما این رو به شدت مختل میکنیم. به عنوان مثال در منطقه کروسیوند در استان فارس وقتی که اومدن و علاوه بر سد درودزند، سد ملا صدرا و سد سیوند رو زدن، ما بزرگترین پهنه آبی منطقه‌مون یعنی دریاچه بختگان، تشک و کمجان رو از دست دادیم و یک قطب تولید گرد و خاک یا چشمه گرد و خاک جدید ایجاد کردیم که تونست موجی از مهاجرت متاسفانه به وجود بیاره، تونست حیات بزرگترین انجیرستان دیم ما رو در استهبان به شدت به مخاطره بندازه. این قصه‌ایه که خیلی باید روش فکر کرد، خیلی باید روش کار کرد. درست مثل این میمونه که ما بیایم به ظاهر ماجرا بپردازیم. تو بعضی از خونه‌ها دیدی که این اتفاق میفته، اما این پرداختن بیش از حد به ظاهر سبب میشه تا بنیان‌های استحکام اون خانواده از هم بپاشه. به همین خاطر هم هستش که از 1980 تا کنون هیچ سدی در ارتفاع بالای 15 متر در ایالات متحده آمریکا دیگه ساخته نشده. بیش از 1740 سد رو تخریب کردن. به این نتیجه رسیدن که بهترین راه کنار اومدن با طبیعت اینه که قوانینش رو درک کنیم و بر بنیاد اون قوانین چیدمان توسعه رو طراحی بکنیم. مثل نیاکان ما. دقیقاً مثل نیاکان ما. و این امکان وجود داره، به خصوص که ما میتونیم بر روی تجربه اون نیاکان بشینیم، دانش خودمونم بهش منتقل بکنیم و وضعیتی به مراتب بهتر داشته باشیم. نیاکان ما با 67000 پارچه قناتی که طراحی کرده بودن 20 میلیارد متر مکعب آب رو می آوردن سد و ازش استفاده می کردن. الان دانشمندان اکولوژیست به این نتیجه رسیدن که حد اکثر آب قابل استحصال در ایران 20% توان در واقع پتانسیل آبی کشوره. یعنی اگر ما 100 میلیارد متر مکعب بگیریم 20%ش میشه همون 20 میلیارد متر مکعب. یعنی ما الان تازه با عدد و رقم رسیدیم که پدران ما چه کار درستی میکردن که بیشتر از 20 میلیارد استفاده نمیکردن تا دیگه ما شاهد فرونشست‌های وحشتناک زمین نباشیم. اگه شما دوربین تو ببری به سمت جهرم، ببری به سمت فسا در استان فارس، میبینی که زمین داره تا 54 سانتیمتر در سال فرو میره. یعنی 140 برابر اون چیزی که در اتحادیه اروپا به عنوان شرایط بحرانی معرفی میکنن، 4 میلیمتر در سال شرایط بحرانیه. در منطقه بین دشت فسا و جهرم داره زمین فرو میره. مردم به خاطر نبود آب زیرزمینی و به خاطر اینکه هی چاه‌ها رو کفشکنی کردن برای اینکه باغ‌های مرکبات منطقه رو بتونن آب بدن و متاسفانه هم باغ‌های مرکبات از بین رفت و هم زمین‌ها از بین رفت. اونجا یه روستایی است به نام روستای ایش
که بزرگترین فروچاله منطقه آسیا جنوب غربی الان اونجا ایجاد شده و اینا همه ناشی از اینه که ما همون چیزی که تو گفتی اون اصل باترفلای افکت رو رعایت نکردیم. ما متوجه نبودیم که اکوسیستم ها به هم پیوستن و اگر از این قانون تبعیت نکنیم تبعاتش میتونه بیشتر از یک منطقه کوچک، بیشتر از یک استان، بیشتر از یک کشور رو در بر بگیره. حماقت بزرگی که صدام حسین در زمان جنگ تحمیلی انجام داد، با اینکه بیش از یک دهه از مرگش میگذره هنوز داره دامن 25 استان از هموطنهای ما رو در قالب ریزگردهایی که ناشی از خوش شدن هورالعظیمه گرفته. هیچ جایی از این کره خاکی شاید به اندازه ایرانی ها با یاخته سلول هاشون درک نمی کنن همین ماجرای باترفلای افکت یا اثر پروانه ای رو که ما بهش حرمت نذاشتیم. دلم میخواد که در واقع دوربین تو بتونه این پیامو بده که ما از این تجربه های تلخ درس بگیریم و اونها رو دوباره تکرار نکنیم. ایرانیان میتونن با منابع آبی که دارن، با این رویشگاه جنگلی بی‌نظیری که دارن، با این چشم‌اندازهای منحصر به فرد و هوشربایی که دارن، با این کهنزاد بوم‌های یگانه و بی‌رقیبی که دارن، حرف نخست رو در خاورمیانه و در آسیای جنوب غربی بزنن. میتونن به آرمان‌های بلند سند چشم‌انداز 20 ساله برسن، یعنی کشور نخست منطقه باشن، به شرط اینکه بر اساس واقعیت‌های جغرافیایی چیدمان توسعه‌شون رو طراحی کنن، برن به سمت تقویت بومگردی مسئولانه، برن به سمت استحصال انرژی‌های نو، برن به سمت اینکه این جذابیت‌ها رو به پول تبدیل بکنن و نه اینکه از فروش این جذابیت‌ها پول به دست بیارن. سدسازی یعنی این. من این مناظری رو که داشتم میومدم هرچی که میرسم میبینم که عمق آب داره هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا عمق 70 متری با محلیایی که اینجا صحبت کردم و در قدیم اینجا کوچ میکردن به ما میگفتن که ما از کف این دره کوچ میکردیم و به استانهای دیگه میرفتیم. اون زمان اینجا پر بود از درختان بلوط و ما لذت میبریم از اینکه تو جنگلای بلوط داریم حرکت میکنیم و ازشون استفاده میکنیم، اما متاسفانه شاید میلیون ها قطع درخت زیر آب الان مونده و هیچی دیگه ازشون باقی نمونده. این جنگل های بلوط تکلیفشون چی میشه؟ من در کنار اون هم حتی شنیدم بعضی از آدم های سودجو توی خیلی از استان ها به جنگل های بلوط هجوم آوردن و از چوب اونها به عنوان زغال استفاده میکنن، که این دیگه واقعا یه فاجعه است. کاملا درسته. جنگل های بلوط نشانه پایداری اکوسیستم یا بومسازگان ایران در منطقه بسیار راهبردی زاگرس. ما مهمترین و مشهورترین رودخانه هامون از این منطقه سرچشمه میگیره. کارون، کرخه، دز، زاینده رود، سفید رود، زرینه رود، گاماسیاب، سیروان، 45% آب شیرین ایران از زاگرس سرچشمه میگیره. و اگر که میخوایم حال این رودخانه ها خوب باشه باید چی کار کنیم؟ باید کاری بکنیم تا حال این بلوط ها و بنه هایی که در واقع تیپ قالب منطقه زاگرسه، این 6 میلیون هکتار جنگلی که ما تو این منطقه داریم خوب باشه. شاید خیلی ها بپرسن که چه ربطی وجود داره بین این درخت ها و اینکه حال این رودخانه ها خوب باشه. در واقع این درخت ها سبب میشن تا قطرات باران مستقیم به خاک نخوره. این برگ‌ها باعث میشن که خورندگی قطرات باران که بهش میگیم فرسایش پاشمانی رو بگیره، آروم آروم آب با طمأنینه بره و داخل خاک نفوذ بکنه. اصطلاحاً اینفیلتریشن یا نفوذ عمودی آب در خاک افزایش پیدا میکنه، باعث میشه تا چشمه‌ها، تا قنوات، تا سفره‌های آب زیرزمینی پر آب باشه و این میتونه ذخیره استراتژیک سرشاخه‌های رودخانه‌های راهبردی ما رو تامین بکنه. علاوه بر این بلوط‌ها یکی از مهمترین عوامل حفظ تنوع زیستی در منطقه هستند. اگر ما این درخت‌ها را نداشته باشیم، یعنی بخش مهمی از فون جانوری ما یعنی پرندگان را نخواهیم داشت، چون آشیان پرندگان این درخت‌ها هستند و پرندگان هستند که باعث حاصلخیزی خاک میشن. در قلمروی گسترده‌ای که پرواز می‌کنن، در واقع اون کودشون باعث میشه تا خاک تقویت بشه و خاک که تقویت بشه حال بلوط‌ها خوب خواهد بود. این پرندگان هستن که اگر حالشون خوب باشه آفتهایی که ممکنه به این درخت‌ها حمله بکنن، مثل سوسک چوبخار، مثل لورانتوس که الان داره همین بلا رو سر این درخت‌ها میاره، رو کنترل می‌کنن. در واقع
تنوع زیستی منحصر به فرد زاگرس که چیزی در حدود 65% از کل تنوع زیستی ایران رو شامل میشه مدیون این رویشگاه جنگلیه. علاوه بر این رویشگاه جنگلی زاگرس مثل یک سپر حفاظتی عمل میکنه، در واقع باعث تعدیل اقلیمی میشه، ظرفیت گرمایی ویژه منطقه رو افزایش میده و سبب میشه تا تفاوت دمای شب و روز کاهش پیدا میکنه. منطقه در برابر فرایند بیابانی شدن کاملا مقاومت میکنه. این رویشگاه زاگرسه که باعث میشه ارزشمندترین عنصر فلات ایران یعنی خاک حفظ بشه. این درخت ها اگر حالشون خوب باشه با نظام ریشه‌ای که دارن از جابجایی خاک جلوگیری میکنن. ما در سرزمینی داریم زندگی میکنیم که متاسفانه میزان خاکزایی 1/7 میزان جابجایی خاکه. به همین خاطر نرخ فرسایش خاک در ایران 2 میلیارد تن، 3 برابر متوسط آسیا و بسیار خطرناکه. ما داریم به اندازه خاک تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی هر سال خاک از دست میدیم. همون جزایری که رگ گردنمون میزنه بیرون اگه همسایه جنوبی بخواد بهش نگاه بد بکنه. همون جزایری که هر روز آب و هواش رو تو اخبارمون اعلام میکنیم. پس چگونه استش که اینجا بی تفاوت میشیم؟ چگونه است که اجازه میدیم درختا به بهانه های مختلف مثل جاده، مثل عبور خطای لوله، مثل همین سدسازی و مثل تغییر کاربری به بهانه توسعه کشاورزی و اشتغال نابود بشه؟ اینها مثل اون آدمی میمونه قطع اینا که روی شاخه نشسته و داره بونو میبره. ما باید کاری بکنیم. برنامه مثل برنامه شما میتونه کاری بکنه تا این پیام و این هشدار رو به هممون بدیم، به مردم، به مدیران و به کلان‌نگران توسعه که در منطقه زاگرس چیدمانی از توسعه رو طراحی بکنن تا بین مردم بومنشین این منطقه که بسیارم وطنشون رو دوست دارن، بسیارم عاشق این آب و خاکشون هستن و در طول تاریخ نشون دادن که از شمار سلحشورترین ایرانیان این آب و خاک هستن، لازم نباشه که تر تعارض باشن برای حفظ زندگیشون. چرا باید توی استانی مثل چهارمحال بختیاری سالانه 5000 هکتار از جنگل‌ها تبدیل به زغال بشه؟ نرخ تبدیل بلوط‌ها به زغال تو همین استان لرستان هم بسیار غم انگیزه. هر کیسه زغال رو 15,000 تومان می‌فروشن. برخی از همین تشکل‌های مردم نهاد NGO‌ها میرن توی برخی از این روستاها با مردم محلی صحبت می‌کنن، براشون معیشت‌های جایگزین تعریف می‌کنن. مثلا روستای گلسفید که دلم می‌خواد بری یه روز اونجا رو به تصویر بکشی، بین منطقه حفاظت شده هلن و سبزکوه. اونجا هم جد در جد همین کارو میکردن، اما الان اونا یاد گرفتن به جای اینکه بلوط ها رو تبدیل به زغال بکنن، عروسک بسازن از تهمانده پارچه ها و پشم گوسفنداشون و بعد با کمک انجی های مثل کفش دوزک و داربون اون عروسک ها رو که هر کدومشون یه شجره ای هم دارن بازاریابی میکنن، با درآمدش مردم هم تو روستا میمونن، هم حال بلوط هاشون خوب میشه. این اتفاقیه که میتونه تو این سرزمین رقم میخوره. ما میتونیم اینجا رو تبدیل بکنیم به زیباترین اقامتگاه های گردشگری، اکولوژ ها رو اینجا فراهم بکنیم. میلیون ها نفر از ایرانیان و صدها میلیون از خارجی ها حاضرن بیان اینجا پول خرج کنن و از این چشمنداز های زیبا لذت ببرن. و آماری که داری به من میدی واقعا یعنی در مخیله من نمی گنجه این آمارها و من خیلی متاثر کرد. من میخوام اینم ما داریم چی کار میکنیم؟ ما چقدر سد داریم و این سدها چند تاشون به درد ما میخورن؟ چقدر از این سدها پشتش آب هست واقعا؟ ببین حجم کل آبهایی که الان پشت سدهامون داریم به گفته خود وزیر محترم نیرو چیز حدود 46.7 میلیارد متر مکعبه. کل آب قابل تنظیم کشور همین قدره، ولی الان ما سدهایی که ساختیم و حجمشون 76.7 میلیارد متر مکعبه. یعنی ما بیش از 30 میلیارد متر مکعب سد ساختیم که هیچ وقت آبی پشتشون جمع نخواهد شد. اما چرا اون سدها ساخته میشه؟ یک ضرب‌المثل معروفی است، یک داستان معروفی است در زمان شاه سلطان حسین پادشاه صفویه که یک بنده خدایی از یه جایی رد میشد و میبینه که چند نفر مغنی دارن چاه میکنن. از سر خیر به اینا میگه که آقا اینجا آبی نداره، شما دارین چاه میکنه. میگه اشکالی نداره، برای ما که نون داره. قصه اینه. ما باید چیکار بکنیم؟ ما کاری که باید بکنیم
اینی که برای دوستانی که سدساز هستن راه‌های دیگر رسیدن به خدا رو تعریف بکنید. یعنی فقط از راه سدسازی شما نمیتونید امرار معاش بکنید. شما میتونید برید روی سیستم‌های بازچرخانی آب تو این کشور کار بکنید. ما تا 18 بار میتونیم آب رو بازچرخانی بکنیم. چرا باید بیش از 35 میلیارد متر مکعب از آب این کشور به عنوان پساب از دسترس خارج بشه؟ ما میتونیم این پساب‌ها رو دوباره تبدیل به آب با کیفیت بکنیم و ازشون دوباره استفاده بکنیم. ما تو این سرزمین غیر از آب‌های فسیلی آب‌های ژرف داریم که به راحتی میتونیم از این آب‌های ژرف استفاده بکنیم. لازمه که مطالعات در موردش انجام بدیم. ما میتونیم بیایم روی بحث بهبود وضعیت مصرف کار بکنیم. هر ایرانی به طور متوسط بیش از 300 لیتر داره آب استفاده میکنه، در صورتی که نرم استانداردش 120 تا 150 لیتره. در واقع ما داریم آب هدر میدیم. خود وزارت نیرو اعلام میکنه که بیش از یک سوم از آبی که در سامانه لوله کشی در اختیار سکونتگاه‌های شهری قرار میگیره قبل از رسیدن به دست مصرف کننده هرز میره. چرا نیام روی اونها کار کنیم؟ چرا باید ضایعات در بخش کشاورزی ما 6 برابر متوسط جهانی یعنی 30% باشه؟ 27.6 میلیارد متر مکعب از آبی رو که با این هزینه‌های گزاف داریم ذخیره می‌کنیم و تبدیل به محصولات کشاورزی میشه، به خاطر اینکه بسته‌بندی ما ضعیفه، به خاطر اینکه دپوی ما کاملا غیر علمیه، به خاطر اینکه سردخونه به اندازه کافی نداریم، به خاطر اینکه روش حمل و نقلمون غلطه، به دست مصرف کننده واقعی نمیرسه. آیا شایسته تر این نبود که به جای اینکه این پولها رو چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان رو خرج سدسازی بکنیم، میرفتیم خرج ارتقای نرم افزاری بخش کشاورزی میکردیم؟ خیلی ها اعتقاد دارن و میگن که محیط زیستی ها ضد توسعه هستن، ضد کشاورزی هستن. اصلا اینطوری نیست. ما میگیم اتفاقا این کشاورزی میتونه بالنده بشه، میتونه ارتقای نرم افزاری پیدا بکنه و بعد با یک سوم از آبی که در اختیارش قرار میگیره تولیدی به مراتب بیشتر از این رم داشته باشه. خب خیلی ها معتقدن که این سدها برق تولید میکنن. آیا ما تو کشوری که این همه خورشید داریم، این همه باد داریم، واقعا مشکل برق میتونیم داشته باشیم اگر سد نداشته باشیم؟ اصلا اینطوری نیست. همین ماه یعنی چند ماه پیش بودش که ما رفتیم و دو تا نیروگاه 7 مگاواتی رو تو همدان از طریق انرژی خورشیدی افتتاح کردیم. این اتفاق در کشوری که بی‌نظیر از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی به راحتی قابل حصوله. هیچ کشوری جواد، هیچ کشوری نمیتونه ادعا کنه که بیشتر از ما از هر متر مربع از خاکش انرژی خورشیدی دریافت میکنه. دو تا کشور دیگه هستن که مثل ما هستن، بخشایی از عربستان در روبل خالی و بخشایی از استرالیا. بله. آلمان در جنوبش که بیشترین میزان انرژی خورشیدی رو دریافت میکنه، یعنی 1300، در مقایسه با شمال ما که کمترین میزان انرژی خورشیدی دریافت میکنه یعنی 1700، تونسته بیش از نیمی از کل انرژی مورد نیازش رو از طریق انرژی‌های نو تامین بکنه. چرا ما نتونیم تامین بکنیم؟ پس بنابراین این که میگن که سدسازی میتونه منجر به تولید انرژی پاک بشه کاملا غلط. اولا چیزی حدود 12% از کل برق کشور ما تازه از طریق سدهای برقابی تامین میشه که این رقم اصلا رقم قابل توجهی نیست و به نسبت هزینه‌ای که ایجاد میکنه، به نسبت تخریبی که ایجاد میکنه اصلا صرف اقتصادی نداره. و باز از منظر پدافند غیر عامل اگر تو به این مسئله نگاه کنی، الان مشکلی که ما در عراق داریم، در سوریه داریم، با داعش داریم، اولین کاری که میکنن میرن سدها رو میگیرن، میرن اونجا رو آلوده میکنن، تهدید میکنن به انفجار و ما مشکلات جدی داریم. حالا یه نیروگاه خورشیدی رو بخوان مثلا چی کارش بکنن؟ یعنی واقعا از نظر امنیتی هم اگر به ماجرا نگاه بکنیم، اینکه کشور ما بخواد نیازهای انرژی خودش از طریق انرژی بادی و انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی و جزر و مدی در کشوری که 4700 کیلومتر مرز آبی داره تامین کنه، بله، کاملا خردمندانه تره. به نظرتون این اتفاق میفته؟ الان یه نشانه های دیده میشه، یعنی الان ما یه رویکردهای مثبتی داریم میبینیم. ما برای اولین باره که میبینیم که وزارت نیرو اعلام کرده که برای کسانی که برق از طریق انرژی خورشیدی تأمین بکنن 490 تومن پول میدن. یادمون باشه تا همین چند سال پیش 150 تومن میدادن و هزینه تولید برق حدود 300 تومن بود. اگر که ما ببریم کشور به سمت واقعی کردن قیمت ها، اگر که ما کنتور بذاریم روی چاهای کشاورزی و
هموطنان ما فکر نکنن که این آب مفته و اون وقت به صرافت این بیافتن که حد اکثر بهره برداری را از آب داشته باشن، خیلی از اتفاقات خوب میتونه بیفته. به جای اینکه ما یارانه بدیم به مردم، به جای اینکه ماهی بدیم به مردم، بهتره که بهشون ماهیگیری یاد بدیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. سفر من در استان زیبای لرستان به پایان خودش رسیده بود. استانی که با حفظ طبیعت و رخنمونهای بکر خودش میتونه به قطب گردشگری در زمینه طبیعت گردی در ایران و منطقه تبدیل بشه و باعث نفع مالی و حفظ فرهنگ روستاییان اطراف دره باشه. اما به شرطی که هیچ زباله‌ای در این طبیعت باشکوه رها نشه و هیچ جاده یا خط لوله‌ای در این طبیعت بکر ایجاد نشه و جلوی ساخت و سازهای بی‌رویه گرفته بشه و در کنارش ظرفیت پذیرش گردشگران در هر سایت سنجیده بشه و با آموزش به مردم محلی و گردشگران در حفظ و نگهداری این سرمایه‌های ملی تلاش بشه. با امید و آرزوهای زیاد برای حفظ طبیعت و فرهنگ و رسوم قوم بزرگ لر، استان زیبای لرستان رو ترک کرد بدون اینکه کوچکترین زباله یا اثری بد در طبیعت زیبای استان از خودم به جا بگذارم.